بینندگان عزیز، با سلام خدمت شما. این برنامه فوق‌العاده را امروز شروع میکنم، چون ما بعد پنج شنبه ها معمولا برنامه نداریم به صورت زنده، ولی به خاطر پرسش هایی که شما دوستان کردید وقتی که آقای ارشد ویدیوهایی رو، چه مصاحبه‌ای رو که در تلویزیون های دیگه انجام دادن، چه وبسایت و فیسبوک خودشون، و ویدیویی رو که هفته پیش تا امروز هر روز از تلویزیون مردم پخش شده، سوالاتی رو که شما دوستان مطرح کردید به جا دیدیم که از ایشون دعوت کنیم تا پاسخ بدن. ایشون هم لطف کردن، قبول کردن. ضمن سلام به ایشون خوش آمد میگم و هر وقت که حاضر باشن ما یکی یکی این پرسش ها رو بپرسیم و ایشون هم پاسخ بدن. آقای داوود باقروند ارشد، که با اسم داوود بی ارشد با ما هستند و از آلمان. خیلی خوش آمدید، بفرمایید و ممنونم که با ما هستید. آقای سوری، به شما و همه بینندگانتون و به طور خاص به همه خانواده های مجاهدین که در اشرف و لیبرتی، در اشرف سابق و در حال حاضر در لیبرتی در اسارت فرقه رجوی هستن، امیدوارم که به زودی این خانواده ها موفق به دیدار عزیزانشون بشن. ممنونم. همین اول من یه سوالی از شما بپرسم راجع به اشرف که صحبت میکنید، اصلا هیچ خبری اثری ازش هست؟ اینایی که میخواستن هزار اشرف درست کنن، واقعیت اینه که خب اشرف با در واقع اگر بخوام به تاریخش اشاره کنیم، قرار بود که تمامی مجاهدین موضوع 3200 مجاهد و اشرف بودن. خود رجوی در یک جلسه عمومی بعد از اینکه امریکایی‌ها قرار شد که حفاظت اشرف رو بسپارن به عراقی‌ها، اومد به میدان و مطرح کرد که خب با این حساب اینها، عراقی‌ها وقتی اینجا رو تحصیل بگیرن، میخوان که تک تک شماها رو از ما جدا کنن و خلاصه اینجا سنگر مبارزه میهنه و ضروریه که تک تک شما شهید بشین و نفر آخر اون موقع مثلا مسئول اول شهید بشه و از اشرف باید تا آخرین نفر دفاع کرد. در همین رابطه هم اتفاقا بسیاری طرح‌های نظامی طراحی شد که برای دفاع از اشرف، بسیاری خاکریزها زده شد، حتی سلاح‌های سخت ساخته شد و در واقع کل ارتش اون موقع تو اشرف کوک مقابله با در واقع یک حمله با عراق شد که در واقع و همه حاضر شدن که در این رابطه به اصطلاح از بین برن و خود آقای رجوی برای ترغیب مجاهدین که اونجا بودن عنوان کرد که شما هر هزار نفری که در این اشرف کشته بشین معادل یک بار سرنگونی رژیمه، اگر 3000 تاتونم کشته بشین یعنی رژیم 3000 بار سرنگونه. که از اون بعد هم که خب گفتم برای که اینا را مشغول نگه داره، هر روز مانورهای مقابله با تهاجم دشمن میکرد که بعدم اگه یادتون باشه خب تهاجماتی، یعنی در وقتی که دولت عراق اومد و میخواست که مجاهدین اشرف رو ترک کنن، چه درگیری هایی به وجود اومد و چه کشته هایی دادن. یک بار مثلا نزدیک 34 تا کشته و 10000 تا زخمی و نزدیک 75 تا مصدوم و حتی تعدادی هم معلول داشتن. ولی وقتی همین اشرف رو که آقای رجوی میگفت باید تا آخرین 3000 نفر شما کشته بشین و ازش دفاع کنین، وقتی که وزارت خارجه امریکا اومد و گفت، یادتون باشه خانم کلینتون بود، گفت اگر از اینجا بیاین بریم، از همون روزای اول هم بحث این بود که شما باید اینجا ترک کنیم، اصلا قبل
یعنی از درست از روزی که امریکایی اومد بودن بحث این بود که شما باید اینجا ترک کنین برین به یک به اصطلاح قرارگاه موقت که از اونجا به تدریج منتقل بشین، که خب بحث این بود که ما به هیچ وجه نیم و همین به اصطلاح برنامه‌ای که خود آقای رجبی چیدش که باید 3000 نفر آخر اینجا شهید بشین که به این طریق سه بار رژیم سرنگون بشه. ولی وقتی که وزارت خارجه آمریکا و موقع وزیر خارجش خانم کلینتون بود پیشنهاد کرد در واقع طرح کرد به آقای رجبی که یا به خانم رجبی که شما بیاین برین ما شما را از لیست تروریستی خارج میکنیم. بلا فاصله این امر که در واقع اشرف پایگاه در واقع پایتخت ایرانه، چرا؟ چون مثلا میکرد از پایتخت ایران باید دفاع کرد. چرا میگفت پایتخت؟ برای اینکه میگفت من توشم، مریم توشه، بنابراین اینجا پایتخت اینجاست و باید تا 3000 نفر آخر اینجا چکار کنن؟ شهید بشن و اینجا دفاع کنن. ولی وقتی که این پیشنهاد اومد با اینکه میدونست اگر برن به اصطلاح پایگاه موقت، همونطور که از قبل هم بحث بود، چون اشرف حدود 6 کیلومتر در 6 کیلومتر وسعت داره و گسترش بسیار زیادی هست به لحاظ نظامی، بدین معناست که شما مورد هر حمله‌ای که واقع بشین، همونطور که در گذشته بارها مورد حمله واقع شده بود، چه بمباران هوایی چه بمباران موشکباران، صدمات بسیار بسیار کم و اینو خب چیزی نبود که کسی ندونه، ده ها بار تجربه شده بود. ولی میدونستش که حالا اگه بریم توی قرارگاه همیشه بحثش این بود که اونجا بریم چون متمرکزیم صدمات بیشتر. با این وجود بعد از اینکه بهش پیشنهاد دادن که شما رو از لیست تروریست خارج میکنیم، در واقع این خطرات رو برای مجاهدین به جون خرید و یک شبه پایتخت ایران رو دو دستی تغییر میکرد و رفتن کجا؟ به قول معروف به لیبرتی. یعنی میبینیم که تمامی شعارهای رجبی فقط و فقط فریبی بیش نیست و در واقع تمامی شعارها و مطالبی که مطرح میکنه ناظر بر منافع اون لحظه‌شه. و چرا؟ چون وقتی میره بچه ها رفتن به لیبرتی باهاشو با تکه تکه شدن مجاهدین میپردازه، سودش رو قانون رجوی با در واقع فعالیت های به اصطلاح سیاسی و تبلیغی در برق چکام کنه استفادهشو میبره. یعنی بنابراین اشرف هیچ ارزشی براش نداشت. به محض اینکه دید که خب خانم رجبی میتونه اونجا از با توجه به خارج شدن از لیست میتونه فعالیت سیاسی بکنه، براش دیگه جون مجاهدین اصلا ارزشی نداشت از جمله اشرف. و از اونم خب بعد از اونم که ترک کردن دیگه تحت تصرف خود دولت عراق و کلن اصلا بی خارج شده اصلا از موضوعیت اشرف. ممنونم از توضیحتون. نتیجه این که از اشرف خبری نیست و خیلی جالبه که هم اسم اشرف مثل تمام سلطان ها اسمی که از اعضای فامیلشون بوده و همون پایتخت رو هم چون خودشون اونجا بودن به اصطلاح این رو به عنوان پایتخت معرفی کرده بوده، ولی اونجوری که شما گفتید هیچ ارزشی هم نداشته. همچین که قول دادن که از لیست در میاین ول کردن اونجا رو و به این روز افتاد که امروز میبینیم و میشنویم. شما اگر اجازه بدین من این پرسش ها رو شروع کنم از تون بپرسم. بله. جایگاه خانواده در جنبش ها چی بوده؟ بعد جایگاهشون در ایران و جهان، چون بیشتر سوالا و فشارا الان در رابطه با خانواده ها هست و اینکه سازمان نمیذاره اینها ملاقات کنن و حتی سوالای بعدی هم توضیح میده یا از شما میپرسن که چرا این روش رو پیش گرفتن. آیا هیچ وقت وقتی شما اونجا بودید
صحبت شد که چرا اینجوری هستن اینا. شروع کنید فعلا با این پرسش اولی که جایگاه خانواده رو توی جنبش ها توضیح بدید و چگونه بوده در ایران جان. اگر خاطرتون باشه تو به سلام ویدئوی هفته گذشتمون من اشاره کردم به عنوان مثلا خانواده ها به عنوان نماینده خلق های تحت ستم شاخص حقانیت و میزان پایه اجتماعی و مردمیه و ترازوی سنجش مشروعیت و صحت سیاست های جنبشه. این هم در تمامی کشورهایی که جنبش های مشروع مردمی جریان داشته وجود دارد. مثلا همین از مثلا ایران مثال بزنیم، تو ایران با وجود این که مثلا شاه همه توانشون و همه پشتیبانی که مثلا امریکا و غرب یادتونه میکرد تونست جنبش مسلحانه رو با پیشتازی مثلا عناصری مثل حنیف نژاد ها، رضایی ها، جزنی ها سرکوب کنه، همون چیزی که خب در همه جای دنیا در این مقطع از تاریخ اتفاق افتاد. اما جنبش در تو پایه اجتماعیش در قالب خانواده هایی مانند خانواده رضایی ها، خانواده احمدزاده ها، جزنی ها سمبولیزه شد و ادامه پیدا میکرد و دیدیم که این خانواده هایی باشه تا سطح خود پیشتازان بالا اومدن و خیلی معروف و محبوب شدن. مثلا محبوبیت مثلا خانواده رضایی در بعد از انقلاب برای همه روشن آشکار بود. تو خارجه من خودم قبل از 30 خرداد خب بسیار جلسه سخنرانی و تظاهرات تو لندن و اروپا خب برگزار میکردم. من اون وقت من مسئول انجمنهای دانشجویان مسلمان خارج کشور سازمان بودم. حد اکثر تو این جلسات سخنرانی و تظاهرات میشه 200-300 نفر شرکت میکرد. اما یه بار پدر رضایی ها تو لندن بود و من تو دانشگاه اقتصاد لندن یه جلسه سخنرانی با حضور ایشون گذاشتم. باور کنید بیش از 3000 نفر شرکت کرده بودن که کل تاریخ جنبش دانشجویی اصلا بی سابقه است که این تعداد به اصطلاح شرکت کننده در یک جلسه به اصطلاح حضور پیدا کنن که طوری که حتی تمامی راهروها پر شده بود و اساسا سیستم امنیت و حفاظت دانشگاه بسیار ترسیده بود. یعنی این نشون میداد که وقتی که پای خانواده ها، یعنی این نقش خانواده که آقای به اصطلاح حاج خلیل رضایی خدا بیامرزه وقتی که مردم و دانشجو فهمیدن که ایشون هست جون آوردن و این نقش خانواده ها رو در جنبش ها نشون میدن. یا مثلا بریم توی میدونیم که کشورهای آمریکایی لاتین یکی از خشنترین دیکتاتوری نظامی تو دهه‌های 50-60-70 حاکم بود و جنبش های مردمی گسترده ای نیست در اونها جریان داشت. مثل یادتون باشه این کوبا بود، شیلی بود، آرژانتین بود، بولیوی، اوروگوئه و کشورهای دیگه که سالها عمدتاً سرکوب شدن. ولی با وجود اینکه عناصر پیشتاز ضربه خوردن ولی این جنبش هاشون تو پایه اجتماعی خودش در قالب خانواده های مبارز ادامه پیدا کردن. طوری که در مورد این جنبش ها توسط مراکز بسیار معتبری مثل همچون انتشارات آکسفورد کتاب های متعددی منتشر شد که مثلا یکیش همون The Legacy of Human Rights Violation in the Southern Cone، یعنی میراث در واقع حقوق بشر در نیمکره جنوبی با لیست بلند بالایی از تشکل‌های مردمی به خانواده‌ها حکایت می‌کرد، مانند جنبش خانواده اعدامیان، جنبش خانواده‌های زندانیان، جنبش خانواده‌های مفقودین و همینطور لیست بلند بالایی که اگر بتونیم لیستش نشون بدیم اونایی که مثلا تو خارج از ایران اون زمان‌ها بودن، چون زمان شاه خب تو ایران جنبش های امریکای لاتین منعکس نمی شد و اجازه نمی داد، ولی خب وقت تو خارج کشور خب اینا به طور وسیع انعکاس می گرفتن. همه در واقع می تونستن ببینن که دیکتاتوری های نظامی با وجود اینکه جنبش ها رو سرکوب می کرد حریف خانواده ها نبود و فی الواقع این خانواده های
با تحرکی که داشتن یه ولوله‌ای به راه انداخته بودن که مثلا در همین رابطه در میخوام اگر بخوام میزان تاثیرگذاری خانواده ها به عنوان نماینده خلق رو بگم، مثلا خانم مارگارت پاورز توی امریکا در کتابی تحت عنوان جنبش همبستگی ایالات متحده با شیلی در دهه 70 نوشت که در اون به گستردگی جنبش اجتماعی که ایجاد شده بود و تأثیر اون بر جنبش چپ در آمریکا و حمایتش از جنبش آمریکای لاتین مفصلا پرداخت. یعنی این خانواده ها به دنبال فعالیت هاشون به دنبال سرکوبی که از پیشتاز شده بود آنچنان تأثیر گذار بودن که حتی در واقع خود امریکا رو که مسبب این مثلا اعدام ها و شکنجه ها و زندان ها بود رو هم تأثیر قرار داد، طوری که خب این کتاب های فقط برای جمع‌آوری و ثبت این جنبش ها خب نوشته میشد. ما اون موقع مثلا اون زمان من خودم انگلستان بودم با نماینده مثلا گروه هایی که در از امریکای لاتین تو انگلستان بودن و به اصطلاح عناصری که این خود ما از زیر اعدام و زندان و شکنجه فرار کرده بودن اومده بودن در تماس بودن. مانند مثلا اگه تو شما خودتون یادتون هست مثلا این جنبش میر بود یا همون جنبش چپ انقلابی اینا ارتباط داشتیم و در واقع فعالیت های اونا رو به طور گسترده خود ما هم حمایت میکردیم، مثلا در قالب جنبش های دانشجوی دانشگاه ها. مثلا من خودم تو دانشگاه خودمون مثلا رئیس انجمن دانشجوی ایرانی بودم، عضو اتحادیه دانشجوی سراسر انگلستان هم بودم، شاهد بودم که تو اتحادیه دانشجوی کل انگلستان چه حمایتی رو این خانواده برانگیخته بودن و چه حمایتی رو در واقع به سمت جنبش های امریکای لاتین چیکار میکردن سمت میدادن. بنابراین این جایگاه رو چه در مثلا ایران خانواده ها و چه در جنبش های بین المللی و به طور مثلا مثال دادم از امریکای لاتین رو به خانواده ها دارن. سوال بعدیتون اگه بفرمایید. آخر بعد از انقلاب بود و درست قبل از 30 خرداد، چون در واقع سازمان برنامه‌ریزی کرده بود برای 30 خرداد. حالا اگر وقت بشه من میگم سازمان مبارزه مسلحانه به دروغ میگه که بعد از 30 خرداد و به اصطلاح درگیری روز 30 خرداد شروع شده. سازمان از قبل از اون برنامه‌ریزی کرده بود برای درگیری مسلحانه و در واقع اصلا از شروع بعد از در واقع از شروع انقلاب برنامه‌اش همین بود. خب عطف به این قضیه که میدونست آقای رضایی رو از ایران خارج کرده بود، در واقع اینکه مادر رضایی داخل بود، آقای رضایی رو از ایران خارج کرده بود که یه وقت به اصطلاح نره و علیه سازمان حرفی بزنه، چون آقای خلیل‌رضایی مخالف سیاست داره و جایی بود که حالا من اشاره میکنم. خانواده شاخص حقانیت و مشروعیت جنبشه و وقتی میبینیم که پدر رضایی ها در اون شرایط قرار میگیره با وجود این که خب دیکتاتوری نظامی شاه با کسی شوخی نداشت ولی رد میکنه و از جنبش و از بچه هاش در واقع حمایت میکنه. در واقع وقتی از سوال این میشه که کارکرد خانواده ها چیه، ما گفتیم که خانواده به عنوان نماینده خلقی که پیشتازانش سرکوب اعدام شدن هستن.
سالیان در مقابل اینا چیکار میکنن. سالیان مثلا چه مال امریکای لاتین و یا کشورهای دیگه، سالیان میدید که اینا در مقابل زندانها، در مقابل مراجع دولتی و هر کجا که میتونستن، چه در داخل کشور مثلا تو شیلی یا مثلا بولیوی یا مثلا آرژانتین و یا کشور هر جایی که میتونستن، یا حتی در خارج از کشور خودشون به طور گسترده ای اینا فعالیت میکردن و از جنبش مردم کشورشون رو برمی‌انگیختن. یعنی در واقع ادامه دهنده اون پیشتاز بودن. خب و از این طریق خانواده ها دست در گلوی دیکتاتوری خودشون داشتن و تمام دنیا در حمایت از خانواده ها در واقع از مقاومت مردم اون کشور حمایت میکردن. اونقدر که جنبش ها بعد از سرکوب‌های اجتماعی قوی بودن که بسیاری جنبش ها رو خود گفتم که حتی تو امریکا که مسبب این جنایت ها بود برمی‌انگیخت، چون واقعیت اینه که همه جا که کوبا نمیشد که عده بسیار محدودی پیشتاز تونستن عمده کار انجام بدن و شرط بسیار خاصی میطلبید که جای دیگه شاهد نبودیم. چون اگه یاد باشیدیم که چگوارا بعد از کوبا خواست هم تجربه کوبا رو بره تو بولیوی امتحان کنه که درجا شکست خورد و خودش هم شهید شد. بنابراین حقانیت یک جنبش نقش 99% بازی میکنه در ادامه اون جنبش مردمی در بستر خانواده ها. زمینه که هیچ جنبشی هم مانند ایران، آقای صحبی، این فرصت رو به نام فاز سیاسی 2.5 سال نداشت که ما داشتیم و دولتی باشه که اجازه بده چنین گسترشی پیدا کنی. یعنی مردم برای 2 سال تا 3 سال به طور گسترده شما رو تجربه کنن که اگر به حق باشی و ریشه دار باشی و سیاست رو تایید کنن خب به دنبالت میان. همونطوری که می‌بینیم بقیه جنبش ها، چون جنبش پایه اجتماعی داره، جنبش سیاستاش مورد تایید توده هاست، با وجود اینکه تمامی جنبش سرکوب میشه، حکومت نظامی برقرار میشه، ولی این حرکت در پایه اجتماعی از طریق خانواده ها ادامه پیدا میکنه. خب یعنی من در واقع به طور خلاصه و تیتبار نقش خانواده ها رو در جنبش های انقلابی و مردمی چه در ایران و چه تو کشورهای دیگه بهش اشاره کردم که فی‌الواقع همونگونه که گفتم بسیاری کتب نوشته شده تا بتونه بخشی از اون رو منعکس کنه که همش و در اساسا بیانگر نقش کلیدی خانواده در جنبش هاست. خب من الان در رابطه با خانواده هایی که چه زمان شاه و چه در زمان در واقع در امریکای لاتین گفتیم که خانواده میرفتن در واقع بیخ گلوی دیکتاتوری حاکم رو میگرفتن، اما میبینیم که تو ایران این خانواده ها همونجور که آقا و خانم رجوی به درستی خودشون تو بوق و کرنا کردن، خب که گلوی خانواده ها در واقع اومدن گلوی همین زوج محترم رو و حرکتی که مدعی اون هستن رو گرفتن. چرا خانواده ها به این بحث، چرا به عنوان نماینده خلقی دست در گلوی رجوی دارن؟ چه خانواده هایی که به قول آقای رجوی از داخل میان، چه اونایی که از خارج میان، یعنی چه خانواده هایی که ساکن ایران هم، چه اون خانواده هایی که خارج ساکن خارج هم. خب توی یه جمله میخوام جایگاه اجتماعی، حقانیت سیاسی و پایه مردمی، مشروعیت جنبشی به نام مجاهدین رو از زبان خود مسعود رجوی در قالب و از دریچه خانواده ها بیان کنم. تو این سوال بسیار مهمیه که چرا این مقوله در تمام دنیا خانواده ها رو به سوی حاکمیتشون دارن ولی در رابطه با آقای رجوی و خانم رجوی و جنبشی که مدعیش هستن برعکس رو به آقا و خانم رجوی دارن و در واقع گلوی جنبش رو چسبیدن. آقای رجوی جنبش مدعی خودش رو اینطوری بیان میکنه، میگه اینو در واقع در کتابی که خودشون به نام خانواده مجاهدین، ببینین
از همین تیتر کتاب خیلی چیزایی میشه فهمید با توضیحاتی که دادم. یا کتاب نویسندش کیه؟ مسعود رجب. خب میگه که حرف مجاهدین از 45 سال پیش این بوده: خانواده اجتماعی و سیاسی و تاریخی و آرمانی هر مجاهد خلق، خلق است و بس. حتی به این هم بسنده نمی کنه و برای شیرفهم کردن، البته این کتاب اساسا رو به مجاهدینی که توی در اسارتشن، به این گفته هم بسنده نمی کنه، یعنی زیراب خانواده رو زد و گفت ما فقط خلق داریم و بس. به اینم بسنده نمی کنه، برای شیرفهم کردن مجاهدین دوله بهتی اشرف دقیق تر میگه اینجوری، میگه خانواده حقیقی هر مجاهد، خانواده حقیقی هر مجاهد خلق و هر آن کس که میخواهد مجاهد بماند و مجاهد بمیرد، یا در ارتش آزادی و جبهه مقاومت است یا در خاوران و قطعه مروارید است و بس. شدت هذیانگویی رو میبینین آقای سوربی؟ اولا اینقدر فشار بر گلوی آقای رجوی بالاست که مجبور میشه بگه ما خانواده نداریم، و برای اینکه ایز گم کنه دست به دامنه خلق میشه، میگه ما فقط خلق داریم. انگار که این خانواده که ازش صحبت میکنیم و خودش صحبت میکنه از مریخ میاد و ایشان دست به دامن مقوله موهوم به نام خلق میشه که در زمین موجوده. ثانیا باز برای کم نیاوردن در مقابل مقوله خانواده ها و بیپایگی خودش در میان خانواده های مجاهدین، مجبور میشه که اون رو به دست خودش در قبرستان خاوران و قطعه مروارید دفن کنه. یعنی میگه ما اگر خانواده هم داشتیم، چون ممکنه برای مجاهدین سوال بشه که ما که این همه خانواده داریم، میگه اونا خانواده مون رو دفنن، ما خانواده نداریم. سالسن به خوبی تو این بیان بسیار دردناک و تلخ به عمق بیپایگی یک جنبش، عدم مشروعیتش و تنفر مردم از اون میشه پی برد. وقتی ما جنبش های دیگر رو میبینیم که تو چه به اصطلاح خانواده ها چه نقشی در حمایت از اون جنبش ها و نمایندگی میکنن مشروعیت و حقانیت و صحت سیاست ها رو، وقتی آقای رجوی بنکل منکر هر گونه رابطه و داشتن خانواده میشه، این دقیقا منعکس کننده یه بیپایگی و در واقع عدم مشروعیت خودشه. براتون بگم، لنین تو کتاب چپروی بیماری کودکانه در رابطه با رابطه جنبش ها با توده مردم، رابطه سیاست ها یک جنبش با توده مردم و در واقع تفاوت تروریسم و موارد مسلح انقلابی، خب یا همون مشروعیت جنبش ها، میگه صحت استراتژی و تاکتیک سیاسی پیشاهنگ بدون آنکه انبوهترین توده ها با تجربه شخصی خیش به آن، به صحت آن یقین حاصل کنند، حتما تلاش پوچ، جمله پردازی و ادا و اطبار از کار در خواهد آمد. این گفته لنین در کتاب چپروی بیماری کودکانه. یعنی بدون اینکه سیاست های شما توسط توده با تجربه شخصی خودشون به صحت اون یقین حاصل کنن، اگه شما به سیاست دست دادی، در واقع تروریسم هست کارتون و جدا از توده. خب وقتی شما در قطع از یک جامعه دست به اسلحه میبری، ترور میکنی، بمبگذاری میکنی، کشت و کشتار را میندازی، میشی همونی که سازمان در بعد از در واقع
سی خرداد سال 60 شاهدش بودیم و همین هم علت نابودی اون با سرعت بسیار بالا که یکی دو سال بود. یادتونه دیگه از سال 60 که به اصطلاح آقای رجوی یه شبه مبارزه مسلحانه اعلام کرد تا ضربه در واقع آخرین ضربه جدی و در واقع تموم کننده که 11 اردیبهشت سال 61 بود زیاد طول نکشید و بعد از اون هم دیگه فقط جمع آوری هر وقت رژیم فرصت میکرد بقیه رو میخواست جمع کنه. بنابراین و بعد یا مثلا بعد از پرواز تاریخ ساز آقای رجعی و اومدنش به جوار خاک میهن، آقای رجعی توسط صدام ارتش آزاد بخش را میندازه و در مرزها نیروهای تک افتاده رو شکار میکنه و بعد رژه میده و از اون سرمست میشه. خب میبینیم این با یه تاکتیک سیاسی قبول آتش بس توسط حاکمیت دود میشه میره هوا. خب همونگونه که وقتی حمایت میبینیم دیگه عربستان، قطر، خب یعنی وقتی که با حمایت عربستان و قطر و بقیه کشورها شما میای عراق، عمده عراق و سوریه رو، همونطور که دارم مثال آیسیس رو میزنم، آقای البغدادی تصرف میکنیم، وقتی که حامیان و اربابان میرن کنار، عالمی علیه شما و جنایت های شما موضع میگیرن و خواستار ریشه کن شدن چنین نیروهای جهنمی میشن. یعنی به این میگن سیاست ها و در واقع اقداماتی که هیچ ربطی به مردم نداره. شاهدیم که اخیراً هم بعد از اینکه این حمایت ها از آیسیس رفته کنار، الان دارن چیکار میکنن؟ تروریسم و افسار گسیختش رو جمع میکنن. خب با آقای رجوی هم دقیقاً همین اتفاق افتاد. بنابراین دست به سلاح بردن و خشونتی که در داعش و القاعده یا در بوکو حرام شاهدیم، اسمش مبارزه و جنبش مردمی نیست، بلکه تروریسم افسار گسیخته. آقای رجوی هم با شناختی که من از ایشون دارم و تقریبا در همه زمینه ها ایشون رو نه یک بار که صدها بار تجربه کردم، میدونم که همه مردم ایران و سیاسیونی که به نوعی با ایشون متاسفانه مجبور شدن کار کنن همین تجربه شناخت رو دارن و با آن اذعان میکنن، مگر کسایی مثل شورایی ها که جیرخارشن و یا اون کسایی که معروف شدن به صلاح افراد کرایی به دلیل مصلحت موزشون ایجاب میکنن که چیزی غیر از این راجبه رجعی بگن. واقعیت آقای رجعی و جنبشی که مدعی که همینه. اگه سوال ببینید، خب وقتی که چیزی به نام ارتش آزادی بخش رو عراق در واقع از نیروهای مجاهدین به عنوان عناصر پیاده استفاده میکرد، کلاش به دست، عملیاتی انجام میداد که تماما توسط ارتش عراق بود، یعنی تمامی عملیات توسط ارتش عراق بود، فقط نیروی پیاده و نفوذ کننده بچه های مجاهدین بود. خب اینا کی رو میرفتن میزدن؟ مثلا میرفتن چند تا تک سنگری رو به فرض شروع کردن که تو جبهه ها سه نفر چهار نفر توش سرباز بیچاره‌ای که اومده بود تو مرز رو هدف قرار میدادن. اینا میگفتن هر چقدر میتونستن رو میکشتن، هر چقدر که میتونستن با خوش رو برمیدشو میابردن. خب بعد این اسمشو گذاشته بود ارتش آزادی‌بخش، میخوام بریم ایران بگیر. منظورم اشاره به این کارکرد های ارتش آزاد بخش بود که دیدیم به محض اینکه انقدر این پوشالی بود، به محض اینکه با یک مانور ساده سیاسی که
که وقتی حاکمیت مد در واقع آتش بسو پذیرفت، خب درها بسته شد، یعنی دیگه عراق این اجازه رو یعنی نمیتونست از نیروهای سازمان استفاده کنه و حمله کنه، چون دیگه آتش بس داده بودن. منظورم اشاره به این هم خونواده برای رجوی از روز ازل هیچ ارزشی نداشته. اینو من چرا میگم؟ ببینید رجوی در واقع در اوج دجالگری داره تلاش میکنه که تمامی مخالفت مردم ایران رو از خودش که در قالب خونواده ها، یعنی به صورت خونواده تجلی پیدا میکنن، رو چکار کنه؟ ترور کنه. خب بنابراین بسیار ضروریه که ما رجوی رو خوب بشناسیم و ببینیم که اصلا رجوی با مقوله خونواده از روز ازل چه رابطه‌ای داشته و اساسا به پایه اجتماعی که ما گفتیم خونواده شاخص پایه اجتماعی چجوری ها. خب بنابراین لازم ها اینو توضیح بدیم که خلاصه رجوی چه اونجایی که از خونواده خوب گفته و چه اونجایی که بد گفته، چون خیلی وقتا خوب گفته خیلی وقتا بد گفته. ریشه همه اینا در آقای رجوی در بیماری رهبری طلبی و امامت طلبی و پیامبر دیدن خودشه. الان توضیح میدم. آقای رجوی رهبر یک جنبش مردمی نبوده که نیاز به پایه اجتماعی داشته باشه. توضیح دادم دیگه، گفتم لنین دیگه اگر شما سیاست توسط وسیع‌ترین اقشار جامعه با تجربه شخصی اونها مورد تایید قرار نگیره، شما هیچ ربطی به مردم نداری. خب ایشون هم آقای رجوی هم همچون ابوبکر البغدادی بن لادن و غیره پیامبری میدونه خودشو که باید همه رو نابود کنه و به قول خودش طرحی نو در اندازه. یعنی شاخص حقانیت همونطوری که لنین و یا تاریخ مبارزات میگه مردم نیستن، بلکه شاخص خود رجویه. یعنی یک تفاوت کیفی وجود داره بین جنبش‌های مردمی و جنبش‌های دیکتاتوری تروریستی. من از کتاب آقای رجوی میخونم که شما این مثلا مطلب رو بیشتر بتونم توضیح بدم. میگه با پس افتاد در همون کتاب خانواده هایی که خدمتون گفتم، میگه با پس افتادگی سیاسی گمان میکنم که مجاهدین از ترس اینکه مبادا برچسب بخورن که از رأفت اسلامی و عاطفه خانوادگی به دور هستند، ناگزیر به مزدوران اعزامی و خواستای آنان تن میدهند و آلوده میشوند. شکر خدا که دشمنان شما را اینقدر ابله آفرید. صبر کنید تا ببینیم که این تک و پاتک تا کجا زیانکار خواهند شد. فکر میکنم شکست سختی در انتخابات عراق در انتظار است. داره به مجاهدین میگه آقا جون ما اصلا عاطفه و اینا حالیمون نیست، خانواده بی خانواده. این که میگم آقای رجوی رهبری یک جنبش مردمی رو نداشته که به پای برنامه به پای آقای رجوی اصلا پای اجتماعی نمیخواد و نداره. چرا؟ چون خودشو در واقع امام پیغمبر میدونه، این همین رهبرهای تروریستی جان، این ابوبکر بغدادی و بن لادن اینا میبینیم دیگه، هر کس هم باهاش همراهی نکنه میبنده سرش میبره یا صد تا میکشه. بنابراین دنیا باید به این تفاوت رویکرد دیکتاتوری تروریستی رجوی همانند استالین، هیتلر، کیم یونگ اون کره شمالی یا همون پل پوت و همسالو توجه کنن. یعنی در دیکتاتوری تروریستی اگر خلق و جامعه از این دیکتاتور پیروی نکنه، این جامعه است که باید نابود شه و بی خود از آقای رجوی
نباید خواستار برخورد انسانی با خانواده و تکیه اونها و به اونها به عنوان پای اجتماعی تکیه کنه. من همواره مثلا توی بحث ها و یا توی نوشته هام گفتم و گزارش کردم و تمامی کسایی که به سال مجاهدینی که شاهد رجوی بودن و باهاش کار کردن و جدا شدن گفتن که رجوی سالهاست در درون تشکیلات از زبان مریم رجوی و مهوش سپهری به عنوان نفر سوم سازمان به خلق فحاشی میکنن که چرا دنبال مسعود رجوی راه نمیفتن، چرا اون رو به عنوان امام زمان به رسمیت نمیشناسن. صدها بار به خلق و به مردم توهین کردن. من مطمئنم که خیلی ها ممکنه این رو باور نکنن، ولی واقعیت اینه که این جریان داره. همه مجاهدین شاهدن. آقای رجعی خودش رو مثلا اگه تو همین کتابش خودش رو حضرت نوح و مردم رو چیزی که باید با طوفان نوح از بین برن میدونه. در همین کتاب لعن و نفرین خانواده ها نیز با همین به این مسئله به روشنی اشاره میکنه که من بخونم براتون از روی همین کتاب که در واقع چجوری رابطه خودش با خانواده و چجوری خانواده ها رو لعن و نفرین میکنه به چه صورت. میگه حالا ببینید در میان برهوت صحرا و در این مطالبی که از آقای رجوی میخونم از کتابش، ببینید اوج دجالگری و تحمیق که مال قرون اعصار به خورد مجاهدین میده تا اونها رو علیه خانواده‌هاشون برانگیزد. دیگه حالا ببینید در میان برهوت صحرا و بیابان و خشکی افرادی که یک باره میبینن دنیا عوض شد و خشکی به دریا تبدیل شد. میگه شما که تو این برهوت اشرف میدونید که اونجا بسیار گرمه و بیابانه دیگه، وقتی میبینن دنیا عوض شد و خشکی به دریا تبدیل شد دچار چه بهت و حیرتی میشوند. آخر تا همین دیروز هر کس که از کنار کارگاه نوح رد میشد منظور حضرت نوح، منظورش اشرف کارگاه حضرت نوح یا اون کشتی حضرت نوح، خودش هم حضرت نوح میدونه، یک متلک و لغزی بار اینها میکرد، یعنی به نوح و کسایی که اونجا بودن، و میگفت اصلا معلوم از شما دارید چه کار میکنید و برای چی اینجا هستی؟ خودتان را مسخره کرده اید. بروید دنبال زندگیتان، بروید دم به دستگاه حاکم بشوید. یعنی در واقع وصل کرد به همون فرهنگی که خودش میخواد داره مارکی میخواد رو میزنه. بروید و دم به دستگاه حاکم بشوید، فکر سرنگونی این دستگاه رو هم بالکل از سرتان بیرون کنید. داستان سرایی داری میکنه، تو پرانتز میگه در پرانتز بگویم که خوب میدانم هر وقت من برای شما قصه میگویم خسته نمیشوید، چون میدونه که چرت و پرت میگه و خوب گوش میکنید، لکن باور کنید که این یک قصه نیست، عین واقعیت است. تحقیقات زمین شناسی و باستان شناسی هم وقوع چنین طوفانی رو تایید میکنن. الغرض میبینید، یعنی همه اهرم های دروغ سرهم میکنه که این بچه ها رو اونجا مغشویی و فریب بده. دیگه الغرض آب بالا آمد، خدا هم قبلا به نوح گفته بود که به یارانت بگو که روزی خواهد رسید که آنها به مسخره کنندگان خواهند خندید و چنین روزی بالاخره فرا خواهد رسید. یعنی یه روزی هم میشه که شما که تو این کشتی نوح هستید و اشرف هستید به بقیه خواهید خندید، بهشون امید میده. به وقتی یارانش داشتن سوار کشتی می شدن به ناگاه یاد پسرش افتاد. اینجا حالا مغرور خانواده رو اونجا میخواد زیرا به خانواده رو، یاد پسرش افتاد حضرت نوح که در طرف مقابل بود. پسر را صدا زد و گفت پسر جان سوار شد، تو هم با ما بیا. پسر دعوتش رد کرد، گفت من میروم روی یک بلندی نیستم،
آب با آنجا نمیرسد، تو برو پی کارت. به باباش که حضرت نوباش که برو پی کارت. عاطفه پدری یک لحظه بر نوح غلبه کرد. داره میگه میفهمم ممکنه عواطف خانوادگی شما هم بیاد سراغتون، ولی این کاری که شما باید بکنی و دستور خدا اینه. میگه عاطفه پدری یک لحظه به بر نوح غلبه کرد، خدا را خطاب قرار داد و گفت خدایا این پسر من است و البته که وعده تو حق است و تو بهترین داور هستی. خب حالا جواب خدا رو برای مجاهدین به نوح میخونه. میگه اما خدا نهیب زد، آن هم به پیغمبر اولوالعزم، که اولا این پسر از سنخ تو و از خانواده سیاسی و ایدئولوژیک تو نیست. وقتی میگه سنخ ایدئولوژیک تو نیست، منظورش اینه ایدئولوژیک من اسم مستعار رجویه، یعنی میگه این رابطه ایدئولوژیک در رابطه با رهبری نداره خانواده‌ات. پس میگه این از جنس سیاسی ایدئولوژیک تو نیست، درسته رابطه خونی با تو داره. ثانیا خدا داره از زبان خدا بنویسه. ثانیا این پسر در جبهه عمل ناصالح قرار داره، خلافکار اصلا. ثالثاً اصلا از من این خواسته ها را که نسبت به آن آگاهی و وقوف نداری و حواست نیست نکن. به مجاهدی میگه آقایون شما یه چیزایی هست خبر نداری، فقط من خبر دارم، از این حرفا از این درخواست من نکنین. این حرف رو در قالب حرف خدا به حضرت نوح میگه. رابن وای به حالت اگر از طایفه جاهلان باشی آی مجاهدی و رابطه تنی و خونی خود رو، یعنی رابطه فامیلی رو، بر رابطه ایدئولوژیکی ترجیح دهی. رابطه ایدئولوژیک گفتیم کیه؟ یعنی با مزدور رجل. و در این باره به تو پند و هشدار میدن. خب در ادامه دجالگر میگه حضرتش با این نهی هوشیار شد و همانجا در وسط طوفان و سیل و عملیات نجات برادرنگ به عملیات جاری پرداخت و استغفار. خیلی دجالگری میبینید عملیات جاری اسم جلسات مغزشویی روزانه است که مجاهدین هر روز باید در اون شرکت کنن و در واقع بر سر روی خودشون بکوبن، بدترین القاب رو به خودشون بدن، به خودشون رو بریده و مزدور بنامن به طور روزانه تا مبادا از به اصطلاح سوالات و ابهاماتی که خودشم هم گفت که بابا ما اینجا داریم چی کار میکنیم تو این برهوت چیز به ذهنشون متبادر بشه. خب میاد و اینطوری استفاده میکنه که به اصطلاح به صورت مغشویی در تو این نوشش به کار میبره که در واقع وسط طوفان نوح باید بشینن عمل جاری بکنن. خب میبینین که آقای رجوی خودش رو تو این نوشته نوح و لیبرتی و اشرف رو، کشتی نجات و باقی مردم جهان رو کسایی که باید غرقشن میدونن. من همیشه گفتم که حتی اینکه ایران بعد از انقلاب به مسیری رفت که همه شاهدیم ناشی از همین رویکرد و سیاست آقای رجویه که خودش رو در واقع رهبر مسلمین جهان، در واقع امام و پیغمبر و ناجی تمام دنیا اسلام میدونه و باید همه دنیا در واقع در مقابل اون سر تعظیم فرود بیارن، چه برسه که در مواجهه با مقوله خانواده. بله یعنی میگه حتی اگر پسر نوح بود، خب حتی اگر پسر نوح بود باید به اصطلاح باهاش مخالفت کرد. مثلا از همین دو همین کتاب صفحه 20ش از حضرت علی نقل میکنه، میگه در جنگ هایی که در رکاب رسول خدا بودم، از نهج البلاغه است برای که دیگه حکم قتل خانواده ها رو صادر کنه، میگه در جنگ هایی که در رکاب رسول خدا بودم
زمانی بود که در برابر پدران و فرزندان و برادران و عموهای خود قرار می گرفتیم و آنها را می کشتیم و البته جز بر ایمان و اعتقاد و استواری و ثبات قدم ما نمی افزود. شکیبای ما را بر سوزش دردها و سعی و کوشش ما را برای نبرد با دشمن افزایش می داد. ببینید داره به مجاهدی میگه آیون این خانوادهاتون رو باید کش، که اگر هم بکشین اتفاقا بر ایمانتون افزایش بدان افزایش بر ایمانتون افزوده میشه. و اینو از به نقل از حضرت علی میگه، به میگن دجالگری در اوج خودش. و مقصودی که میگیم و اینکه میتونه خانواده ها رو اینجوری مجاهدین رو در اشرف بیاره پشت جلو دوربین قرار بده و خانواده هاشون رو بهشون مارک مزدور وزارت اطلاعات نمیدونم عضو سپاه پاسداران عضو سپاه قدس در واقع به نامه از کجا ناشی میشه و در واقع با این کار حکم قتل پدر و مادرهای پیروی خودشون رو چکار میکنن؟ صادر میکنن. ببینید اگه یادتون باشه در بعد از پیروز انقلاب هم مسعود و هم موسا مدام تو خونه خانواده رضایی ها مادر کبیری ها و دیگر خانواده ها از جایگاه خانواده صحبت میکردن که ابزاری بود برای کسب حمایت در واقع در بین مردم از طریق محبوبیتی که خانواده های مجاهدین شهید رضایی و غیره داشتن. وگرنه شما خوب میدونین که غیر از کسایی که تو زندان بودن هیچ کس در ایران مسعود رجوی رو نمیشناخت و یا عناصری که الان تحت نام سازمان مجاهدین هستن رو نمیشناخت، مگر اینکه کسایی بودن که به حال تو جنبش مسلحانه مستقیم درگیر بودن و زندان رفته بودن. حتی اونایی هم که تو خارج بودن، تو خارج از زندان بودن، کسی رو نمیشناخت چون در واقع زندگی مخفی بود. بنابراین هم مسعود و هم در واقع مسعود وقتی که از اونجایی که در واقع میخوام بگم اونجایی که مثبت داره میگه، خب میخواست در واقع به عنوان یک ابزار از اینا سوء استفاده کنه، از محبوبیت و جایگاه اجتماعی استفاده کنه و چکار کنه؟ خودش رو بالا بکشه. مثلا آقای خلیل رضایی یادمه قبل از 30 خرداد به سال 60 تو لندن اومده بود لندن و بنده خب به عنوان مسئول انجمن دانش مسلمان به اصطلاح هوادار سازمان مسئول امورشون بودن و با هم دیگه خب هش و نش زیادی داشتیم. ایشون از فاز سیاسی با سیاست‌های رجوی مخالف بود و هر کجایی که با سیاست اون مخالف بودن اون رو نقد می‌کرد. همون زمان تو فاز سیاسی حاج خلیل خودش اینا رو برای من تعریف می‌کرد، گفت قرار بود که من بشم فرماندار مازندران که میگفت این آقا مسعود پسرم محسن رو تیر کرده علیه من کوک کرده و اومده منو به قطع رابطه فامیلی و افشاگری همه کارات تهدید کرد. یعنی با وجود اینکه از اون طرف نون خانواده رضایی رو میخورد، هر جا که کسی با سیاستش مخالف بود به این شکل اونو چکار میکرد؟ ترور میکرد، ترور نرم میکرد و یا تهدید میکرد که حتی پسرش رو میگفت محسن رضایی رو کوک کرده اومده و در واقع منو تهدید کرده به قطع رابطه خانوادگی و اینکه افشات میکنیم همینجا. مثلا تو اواخر فاز سیاسی آقای سربی و تو فاز کل فاز نظامی اگه یادتون باشه آقای رجوی از خانواده ها از کودکان از مادران پیر به عنوان سپر بلا برای فرماندهان خودش چه تو ترددها و چه تو پایگاه های
که سازمان داشت استفاده میکرد، که بسیاری از اونها تو درگیری ها کشته شدن، یعنی خانواده ها رو در تمامی تردد ها که عناصر نظامیش یعنی که انجام میدادن به کار میگرفت که مثلا عادی سازی کنه. و طبعا در این درگیری اولین کسی که کشته میشد کودکان افراد سال خورده بودن. یعنی میخوام ببینین که رویکرد رجوی با مقوله خانواده و خانواده ها از روز ازل هم همین بوده. یعنی اونجاهایی هم که مثبت گفته، من حتی مثلا توی نشریه 142 اگه یادتون باشه دفعه پیش هم خوندم که خانواده های مجاهدین در نبردی قهرمانان علی مثلا خمینی بشر، اینجا هم به شدت دروغ میگه. دقیقا. یعنی بسیاری هم مثلا اینم بگم که ببینید در همین یعنی یک رسمی بود که سازمان این خانواده ها رو در اختیار فرماندهانش میگذاشت که اینها در واقع با خودشون این مرور ببرن که عادی سازی باشن، بهش بگن عادی سازی، یعنی در واقع در قالب یک خانواده باشن. بسیاری هم از همین خانواده ها توسط همون فرماندهانی همچون آقای جواد خراسان و یا حسین ابریشمچی که رجوی اونا رو برای الان برای سرکوب مجاهدینی که مخالفن و یا در واقع خواستار خروج هستن استفاده میکرد و یا میکنه، مورد سوء استفاده های جنسی هم حتی قرار گرفت. که من اگر کسی به نشریه به سایت ما مراجعه کنه، من این رو حتی افشا کردم. یا مثلا آقای رجوی چه خودش و چه خانم مریم رجوی صدها بار گفتن، صدها بار، همین نکته که شما اشاره کردیم که اشرف ربیعی همسرش و مصطفی فرزندش رو در تهران گذاشت تا با شهادتشون سپر بلایی باشن برای خیانت فرار مسعود رجوی از سر. این عین گفته های صد باره و رجویه و دنیا شاهد بود که بعد از اینکه موسی و اشرف رو در تهران به شهادت رسیدن، آقای مسعود رجوی تو پاریس دنبال چی بود؟ دنبال زن گرفتن و با خانوم فیروزه بنی‌صدر ازدواج کرد، زمانی که اصلا خون موسی اشرف هم خوش نشده بود، هنوز سالش رد نشده بود. چیزی که در میون خانواده های مجاهدین باعث تنفر بسیار شده بود، همونطوری که در سه پیش هم گفتم وقتی که این خانواده ها از درها باز شد و در توافقی که بین ایران و عراق شد که میشد دیگه تردد کرد، اومد به اصطلاح عراق و ایران، مردم ایران میتونستن به کشور هم دیگه مسافرت کنن و خانواده ها البته به دعوت خود سازمان هم اومدن، همشون روی این از یکی از مسائلی که به شدت باعث تنفرشون شده بود همین هم بود که شما اولا که گذاشتی فرار کردی، زن و بچه‌ت گذاشتی اونجا کشته بشن فرار کردی، هنوز سال اینا نشده وقتی ازدواج کردی، بعدم که در واقع به محض اینم که آقای مثلا آقای بنی‌صدر یک انتقاد کرد بلافاصله زنش زن رو طلاق دادی، در همون زمانی هم که داشت با خانم فیروزه بنی‌صدر همسر بودی با خانم مریم عزادانو هم رابطه داشتی، که این مسئله رو آقای سوربی توسط خود خانم فیروزه بنی‌صدر در مصاحبه‌ای که با یکی از فرماندهان زن جدا شده از فرقه رجوی داشته مورد تایید قرار داده، که آقای رجوی در همون زمان که میگفت با همسر من بود با زنان مجاهد رابطه داشته. بعدم که دیدین دیگه خانواده مهدی ابریشمچی رو اصلا پاشون و مریم عزادانی رو چیکار کرد؟ به اصطلاح عقد خودش در بود. یعنی در واقع این وقتی در رابطه با مقوله خانواده ها تاریخچه سازمان نگاه میکنیم، تماما برای رجوی همونطوری گفتم
برای سیستم دستگاه فکری رجوی دیکتاتوری تروریستی و یا اینکه من امام زمانم، صاحب زمین و زمانم، خب هستی و نیستی تماما متعلق به منه، برابر این بقیه همه چی ابزاره، همه چی ابزاره، نه عاطفی وجود داره نه انسانیت وجود داره، هیچی نیست. من یادم مثلا بعد از فاز نظامی و اون ضربات هولناکی که به اصطلاح سازمان خورده بود، من موقع مسئول ترکیه بودم، خب کارم که فرماندهان بالای سازمان رو از مسیر ترکیه خارج میکردیم، خب با ریزش بسیار فراوانی از نیروها در اثر خیانتی که در جریان فاز مسلح مسئول کرده بود مواجه بود، به دلیل خیلی ساده که اعلام جنگ مسلحانه بدون هیچ آمادگی، فرار خودش و کشتن دادن بقیه. در همین سال 62 استفاده ابزاری در رابطه با خونوادار میگن، برای اینکه از همچین ریزشی جلوگیری کنه برنامه های بسیار مفصلی ترتیب داده بود از ازدواج ها که بچه ها رو به ازدواج هم در بیاره و از این طریق چکار کنه؟ بچه ها رو نگه داره. یا مثلا تو بحث انقلاب ایدئولوژی، یادتونه که در سال 64 وقتی که مسعود اومد و زن مهدی ابیشمچی رو که مریم عزادانون باشه ازش جدا کرد و خودش باش ازدواج کرد، به دروغ گفت این طلاق ازدواج منحصر به فرده و قابل تکرار نیست، یعنی فقط برای من بود که به مریم برسم. در واقع اون موقع این دروغ رو بر مبنای این میگفتیش که من در واقع به جای پیغمبرم و پیغمبر میتونه مثلا همچین کارهایی بکنه. خب همطوره هم که میبینیم بعد از اینکه مثلا با مریم رجوی ازدواج میکنه و بعد از انقلاب به اصطلاح انقلاب ایدئولوژی از عراق اخراج وقتی میشه میره عراق، از فرانسه اخراج میشه میره عراق، تا پایان عملیات فروغ جاویدان هیچ خبری از انقلاب ایدئولوژیک نیست، هیچ خبری از مأهول خانواده نیست، بلکه اتفاقا آقای رجوی از اهرم خانواده استفاده میکنه و همون ادامه ازدواج هست. اما بعد از فروغ دیدیم وقتی که قافیه برای رجوی دوباره تنگ میشه، این سال 62 که گفتم در اثر ضربات نظامی ریزش زیاد شده بود و همه داشتن از سازمان ترک میکردن با ازدواج، این بار بعد از فروغ چون دیگه تو اشرف بود، چون به اصطلاح اروپا نبود یا ترکیه نبود که به اصطلاح نیروها بتونن به راحتی برن ترک کنن و با قراردادهایی که با صدام داشت به اصطلاح مانع میشد، طبیعی بود. خب حتی نه تنها خانواده را از هم پاشون، نه تنها همه رو، همه خانواده را از هم جدا کرد، حتی فرزندان هم تحمل نکرد، نه به دلیل دروغی که خودش میگفت که اونم دوری از بمباران و داستان جنگ خلیج، خیر، برای اینکه حضور کودکان، شدت نفرت رجوی از روابط خانوادگی رو بخوام بهتون بگم، چون کودک، چرا کودک رو جدا کرد؟ به اینکه کودک کانونی بود برای اینکه این پدر مادری رو که اصلا جدا کرده چیکار کنن؟ یه بار باید هم بینا ببینن دیگه، این باید مادر این بچه رو میبرد، پدرش اینو میدید، بنابراین این پدر زنش هم میدید یا این مادر شوهرش رو میدید و اینو نمیتونست تحمل کنه. با در اوج دجالگری به بهانه اینکه من بچه ها رو اینجا خارج کنیم که یه وقت دچار مشکل نشن، و به این ترتیب چکار کرد؟ بچه ها رو هم از حتی خانواده گرفت و از عراق خارج کرد که بسیاریشون در خارج در بدر شدن و بسیاری مشکلات عدیده که واقعا به گفته نمیاد و دل انسان به درد میاد
که زبان من خلاصه بسته است در این رابطه. نمیدونم که این در حقایق راجع به این در واقع جنایت هایی که رجوی در حق مجاهدین و خانواده مجاهدین و مردم ایران کرده یک روزی باز میشه، گفته میشه تا مردم از کنه قضایا اطلاع پیدا کنن. کتاب خانواده؟ بله بله، اصلا تو سایت این خودم از رو سایت سازمان مجاهدین برداشتم. کتاب بزنن که کتاب خانواده، خانواده این اصلا من خودم از رو سایت خودشون برداشتم این. بله چشم. باید بنویسن no to terrorism بعد خط تیره call.com. لطف کنید بگید که این کتاب رو، کتاب خانواده رو میتونن دوستان از روی سایت مجاهدین یا سایت شما پیدا کنن. بله بله، همین قبل از برنامه شما که بود. ببینید مثلا حالا در واقع این اقدام رجوی در ارتباط با خانواده طلاها در این گفتش خیلی بارز بود. میگفتش که کرخرها، ببخشید که من این واژه رو به کار ببرم چون عین گفته خودشه، که آدم بسیار لومپن و دهنی هم است، گفت این کرخرها خودشون میخوان برن دست زنشون هم میگیرن و میرن. بعد خطاب به همسرشون، در واقع به خطاب به مثلا زن اون خانواده میگفت خدات مگر روز منم، تو به خاطر من اومدی چرا با اون میری؟ یعنی این موجود رو ما هر چقدر ابعادشو بگیم باز کم گفتیم. یعنی واقعا این رو باید، این رجوی رو باید خوب شناخت. آقای سوری، من در خاتمه خواستم یه در واقع پیام رو به وضوح بدم و اون که بحث ما فقط صرفا دفاع از خانواده های مجاهد نیست، بلکه بحث ما دفاع از خانواده ها به عنوان نماینده خلقیه که رجوی تماما در قالب خانواده ها اون رو لعن و نفری میکنه، کمر به نابودیش بسته، قصد داره تروریسم خودش رو مشروع جلوه بده. بحث به قربانگاه بردن خلقی و جنبشیه توسط مسعود رجوی، این شیاد همتای ابوبکر البغدادی و هم امثالهم. اگر ما خودمون رو به واقع فرزندان مصدق میدونیم و اوست که سرمشق جنبش استقلال طلبی، دموکراسی و آزادی خواهی ایران مدرن هست، این وظیفه ماست که شیادان دینی همچون رجوی رو در قالب نو قصد رجعت به هزاران سال پیش رو دارن رو افشا کنیم و از خطر داعش ایرانی هشدار بدیم، برهانیم. در همین رابطه نیز به تمامی کسانی که از ابزار رجوی بعد از شکست ترورهای سختش، یعنی کشتار و جنایت و خونریزی و بمبگذاری او در فاز نظامی و سپس در قالب خوشحالی ارتش آزادی با کمک صدام و چه در ترورهای نرمش، از جمله مزدور خوندن خانواده ها و یا مخالفین و منتقدین مجاهد و شورایی و غیر شورایی به خودش استفاده میکنه، یادآوری میکنیم بهشون. یعنی کسایی که از همین ابزار رجوی استفاده میکنن بازیچه تفکرات رجوی نباید بشن و در جنایات اون شریک نشن. شجاعت و درایت متکی به دموکراسی و آزادی های مدنی و آزادی فکر و اندیشه ایجاب میکنه که به همه حرفا گوش کنن و اجازه بدیم که همه حرف خودشون رو بزنن. ترور نرم مخالف و دگراندیش ابزار تروریستیه
هرچند که آدم در کلام این ترور سخت رو نفی کنه. من بهتون توضیح دادم که مثلا بعد از انقلاب خب همین بحث خانواده ها بود دیگه. من بهتون توضیح دادم که بحث خانواده چجوری چه بلایی سر خانواده ها آورد و چجوری اینا رو مثلا یه جایی لازم بود اینا رو برای اهداف خودش به طور ابزار اینا رو با هم بدون هیچ اینکه حق انتخاب داشته باشن اینا رو مجبور ازدواج به هم میکرد. بعد بلافاصله بعد از خروج جاویدان خب در واقع ضربه بسیار مهلکی بود. هنوز بوده 10 روز 15 روز از ضربه نگذشته بود، هنوز خیلی تو بیمارستان بودن زخمی ها، هنوز بچه ها در ماتم از دست دادن همسر و فرزند و برادر و خواهرشون بودن. شروع کرد تمام کسایی که زنشون رو طلاق زنشون کشته شده بود و اونایی که شوهرشون کشته بود اینا رو به هم گفت باید شما با هم ازدواج کنید. یعنی در یه فاصله کوتاهی بلافاصله بعد از حروب برای اینکه جلوگیری باز بکنه از ریزش، ما روزانه شاهد ده ها عروسی بودیم. یعنی استفاده ابزاری در هر وقت هم که الان هم میبینیم که نوشته دیگه، در واقع میبینیم توی تا دیروز خانواده ها، یعنی وقتی میگیم بعد از انقلاب، اینو در سال اسفند سال 61 گفته آقای رجبی، اینم سال 88 خانواده ها الان مجاهدی یا مجاهد حرفش هم نیستش که مثلا یه خانواده 10 تا خانواده همه خانواده، من دیگه از کتابش براتون خوندم و از قول حضرت علی هم فرمان قتل همه روشون رو صادر کرد. یعنی روی کردش بعد از انقلاب هم با خانواده ها در واقع فینشه. بینندگان عزیز میتونید با آقای داوود ارشد مستقیما تماس بگیرید از طریق فیسبوک، از طریق ایمیل یا از طریق وبسایت ایشون، یا با ما تماس بگیرید، پیام بذارید، پیام های شما رو برای ایشون ارسال میکنیم تا در برنامه های آینده بهش پاسخ بدن. باز هم از شما ممنونم که بیننده ما بودید. لطف کنید این برنامه ها رو به دوستان هم معرفی کنید و نظرات خودتون رو با ما در میون بذارید. مرسی و به امید دیدار. تشکر می‌کنم ازت.